سلام، من آیدین حسن‌زاده‌ام و امروز قراره در مورد پیک گیتار صحبت بکنیم. خب همونجوری که ما میدونیم وقتی سرچ میکنیم در مورد پیکا میبینیم خیلی متنوعن. یه خورده ممکنه گیج کننده باشه اینکه چه پیکی استفاده بکنیم، چه انواعی دارن و از چه لحاظهایی میتونیم اینا رو ما از هم دیگه متمایز بکنیم. پیکا رو ما میتونیم بر اساس چند تا پارامتر تقسیم بندی بکنیم، از لحاظ سایز، ضخامت، شکلشون و جنسشون. حالا اینا رو قراره که با هم دیگه چند تا مثال بزنیم، ببینیم که چه پیکایی میتونیم استفاده بکنیم و هر کدوم به چه درد میخوره. من خیلی کلی اگر بخوام بگم، اصولا نوازنده های از پیکای خیلی نازک و نرم که قابل انعطاف هستن استفاده میکنن که بیشتر دوست دارن به عنوان ریتم گیتار ظاهر بشن، مخصوصا رو گیتار آکوستیک، و خب این باعث میشه که خیلی حالت پرکاسیو تری بده به نوازندگیشون موقع ریتم زدن و صدای در واقع جذاب تری بده. اصولا به صورت کلی نوازندهایی که دوست دارن صدای حجیم تری بگیرن، نوازندهای متال مخصوصا پیکای ضخیم تری استفاده میکنن، مخصوصا ریتم گیتاریستایی که تو ژانر متال و راک هستن، یا حتی نوازندهای سرعتی باز دوست دارن پیکایی داشته باشن که انعطاف کمتری داشته باشه که خیلی بتونن دقیق‌تر نوتایی که میخوان رو اجرا بکنن و پیک خم نشه و تسلطشون روی نوازندگیشون کمتر نشه. حالا بریم با هم دیگه چند تا مثال رو داشته باشیم و چند تا از پیکایی که خیلی معروف هستن در دنیا و نوازنده ازشون استفاده میکنن رو با هم بررسی بکنیم، ببینیم از لحاظ شکل، اندازه، ضخامت، جنس چه تفاوتایی با هم دیگه دارن و معرفیشون بکنیم. خب اول از همه بگیم که ما امروز قراره در مورد پیکایی که کمپانی دانلوب تولید میکنه صحبت بکنیم، چون خیلی از نوازندهای معروف از این کمپانی و پیکاش استفاده میکنن و میشه گفتش که به خاطر اینکه خیلی خیلی تنوع زیادی داره از لحاظ جنس، اندازه، حتی ظاهر، میتونیم خیلی خیلی راحت‌تر بفهمیم که پیکا به چند دسته تقسیم میشن. برای شروع من میخوام در مورد دانلوپ تورتک سری استانداردش صحبت بکنم که خود حالا همین سری میتونه ضخامت‌های مختلفی داشته باشه، از نیم تا 1.5 ما میتونیم مدل‌های مختلفش رو داشته باشیم. جنسی که در واقع داره حالت خیلی لیز یا صیقلی نداره و این به این دلیل هستش که یه ماده‌ای رو استفاده کردن که اون حالت لغزنده رو در واقع از بین میبره روی پیک. طبیعتاً ما هر چقدر از این پیک استفاده بکنیم، خب این البته زرب بودنش کمتر میشه و کهنه تر میشه. لبه هاش استاندارد، نه خیلی تیزه، نه خیلی گرد یا کرویه، و حتی نوک پوینتی شون قسمتی که در اون ما پیک رو برخورد میدیم به سیم هم یه چیز کاملا استاندارد، نه خیلی تیزه، نه خیلی گرده. و تقریباً این سری رو میشه برای همه سبک‌ها، حالا به اقتضای ضخامت و سبکی که ما داریم، استفاده کرد. مرحله دوم میرسیم به سری تورتکس T3 از دانلوب که باز هم حالا ضخامت‌های مختلفش رو می‌بینیم تو تصویر. یه تفاوت خیلی عمده‌ای که این سری با سری تورتکس استاندارد داره اینه که نوک خیلی تیزتری داره، همونجوری که تو تصویر می‌تونیم با هم مقایسه بکنیم. یه خورده شارپ‌تره و همین باعث میشه که یکم برای مثلا نوازنده‌ای که حالا سرعتی‌تر می‌خوان نوازندگی بکنن گزینه بهتری باشه. سومین پیکی که میخوام معرفی بکنم باز هم از سری تورتکس، اما این دفعه تورتکس سری فلو با ضخامت‌های مختلف. تنها فرقی که داره نسبت به سری قبلی اینه که حالا درسته که نوک تیزی داره، ولی کلا قسمت‌های بالاییش که تو دست قرار میگیره هم یکم میشه گفته شکل متفاوتی داره. باز هم این و قبلی خیلی تفاوتی ندارن و بهتره که جفتشون رو امتحان بکنیم ببینیم با فرم کدوم راحت‌تر هست دستمون. سری بعدی دانلوپ تورتکس سری پیچ هستش که حالا ضخامت‌های مختلف داره. یکی تفاوت‌های این پیک با سری‌های تورتکس دیگه متریالیه که ازش ساخته شده، یه ترموپلاستیکیه به نام دلرین که خیلی خیلی تراکم بالایی داره و خب به خاطر همین یکم جنس صدای متفاوتی رو به ما میده. میرسیم به سری نایلون جاز 3 که در واقع پیکای خیلی جذابی هستند، پیکای کوچکتری هستند، همچنان نوک تیز دارند. ضخامت این پیکا اصلا زیاد نیست ولی در این حال انعطاف پذیریشون خیلی کمه، به دلیل اینکه در واقع اسم این پیک سری نایلون هستش به خاطر جنسش هست که از نایلون ساخته شده. از اونجایی که این پیکا بین نوازنده‌ها خیلی محبوب هستن، خیلی از نوازنده‌های معروفی که ما می‌شناسیم مثل کرکمه، جان پتروشی، ماتیفی یا اریک جانسون از پیکای جاستری به عنوان پیکای سیگنچر خودشون استفاده می‌کنن و با یه تغییرات خیلی کوچیکی با اسم خودشون این پیکا رو ما می‌تونیم داشته باشیم.
همچنین سری اولتکس جستریو داریم که معمولا زرد رنگن، چون از متریالی به نام اولتکس استفاده کردن توش که یک نوع پلاستیک زرد رنگ بسیار بسیار مقاومتره و با یه دونه پیک اولتکس میشه چندین ماه نوازندگی کرد بدون اینکه خیلی میزان تیزی نوکش از بین بره. بریم سراغ سری تورتکس فلکس استاندارد که خیلی علاوز ظاهری شبیه به تورتکس استاندارده، ولی خیلی انعطاف پذیریش و گرمی صدا شبیه تره به پیک های نایلونی. میرسیم به سری بعدی، سری گیتور از کمپانی دانلوب که همچنان اون جنس در واقع خورده زبر رو داره، اما اینکه تفاوت‌های اصلیش با سری تورتکس اینه که یه خورده لبه‌های گردتری داره و همین باعث میشه که جنس صدای متفاوت‌تر یا به نظر من گرم‌تری رو بتونه تولید بکنه. یکی از چیزهای دیگه در مورد سری گیتور گریپ دانلوب اینه که خب علاوه بر ضخامت خیلی دقیق‌تر اومدن کار کردن و مثلا 96 صدم میلیمتر یا 1.14 میلیمتر یا حتی تا 2 میلیمتر میتونیم ما ضخامت‌های مختلف داشته باشیم و تنوعش یکم بیشتر و سایزهای متفاوتی داره نسبت به تورتکس. خب در مرحله بعدی میرسیم به سری پرایم تون دانلوب که خود این سری پرایم تون باز دوباره میتونه به سری درلین، سری فلکس و سری استاندارد و حالات‌های مختلف تقسیم بشه. که چیزایی که در مورد این پیک خیلی جالبه اینه که به صورت دستساز اومدن پولیش نهاییش رو زدن و گوشه‌هاش رو وقتی دقت می‌کنیم می‌بینیم که بعضی از مدل‌هاش به صورت قرینه نیست و هر بچش با هم دیگه متفاوته، که این واسه نوازنده‌هایی که حالا پیکینگ‌های سریع می‌خوان بزنن شاید خیلی جذاب باشه. مثلا پرایم گریپ یک پیکیه که اون نوشته های روش حالت برجسته داره و همین باعث میشه که ما دستمون ابدا سر نخوره، مثلا برای کسی که دستشون ممکنه عرق بکنه و پیک سر بخوره این پرایم تون گریپ خیلی خیلی میتونه گزینه مناسبی باشه. در ازاش ما پرایم تون اسموث داریم که خیلی صیقلیه و حالا مدل های مختلف با سایز ها و ضخامت های متفاوت. میرسیم سراغ دسته پیکای استابی اصطلاحاً. جنس این پیکا از نایلونه. یک چیز جالبی که در مورد این پیکا هستش اینه که وسطش یه حالت گود داره که انگوش شستمون وقتی ما روی پیک قرار میدیم خیلی حس استیبل تری به ما میده و باعث میشه که پیک از تو دستمون سر نخوره. میرسیم به دانلوب مکس گریپ سری استانداردش که خود حالا سریای گریپ میتونن مدل های مختلف داشته باشن، ما حتی جستری گریپ داریم یا سری مختلف، اما سری مکس گریپ به خاطر وجود یه سری برآمدگی ها و یه نقشی که در واقع رو پیک گذاشتن که حالت برآمده داره باعث میشه که ما کمتر دستمون سر بخوره و خیلی استیبل تر باشه تو دستمون. خب در نهایت میرسیم به پیکای سیگنیچر. همونجوری که تو تصویر میبینید خیلی از نوازنده‌های معروف پیکای سیگنیچر دانلوب استفاده میکنند و خیلی هاشون به راحتی در دسترس ما هستن. در ادامه یه سری پیک دیگه میخوام بهتون معرفی بکنم از کمپانی دانلوب که یه خورده شکل فانتزی تر داره. علاوه ظاهر متریال تقریبا شبیه به سریای تورتکس استانداردن، ولی به خاطر اون شکلی که یا طرحی که روش دادن یه خورده خاص‌تر هستش. خیلی از این پیکایی که در موردشون صحبت کردیم هم به صورت دونه‌ای میتونیم بگیریمشون، هم بسته‌ای، و خیلی‌هاشون یک جعبه مخصوصی داره که حالا میتونیم تو اون جعبه ما این پیکا رو داشته باشیم که گم نشن. در آخر باید بگم که این پیکایی که با هم دیدیم همه‌شون به نظر من ارزش یک بار امتحان کردنش رو داره و حالا بر اساس سبکمون میتونیم اولویت بندی بکنیم و انتخابشون بکنیم و دونه دونه تستشون بکنیم ببینیم آیا با کدومش راحت‌تر هستیم و این 4 تا پارامتری که در موردش صحبت کردیم رو بدونیم که دقیقاً با کدومشون راحت‌تر هستیم.